در روزه قلب جز گل عشق مکار. اینجا پلتوک است، صدای تالار باهای فارسی را میشنویم با میزبان این ساعتی شما لحظه لحظه. با درود حضور دوستان عزیز، خوش آمدید به اتاق پلتاکی باهایی فارسی. یک بار دیگه امروز با شما هستیم. پنجشنبه 12 ماه می 2011 هست و ادامه گفتگو با جناب رائی، مبحث آزادی اندیشه، بحثی که حدود 2 سالی هست در خدمت جناب رائی، با اندیشه های ایشون آشنا میشیم در این رابطه و گفتگو داریم. جناب رائی بسیار خوش آمدید. خواهش میکنم میکروفون رو داشته باشید و با دوستان گفتگو کنید. خیلی ممنون خانم لحظه، با درود مجدد به شما و به همه دوستانی که در اون تشریف دارن. بله جناب رائی، اگر لطف بفرمایید و گوشه های از آن چرا که هفته یا 2 هفته گذشته با ما در میون گذاشتید برای اینکه دوستان یادآوری بشه براشون، و احیانا اگر کسانی هستن که برای اولین بار به جمع ما میپیوندن زیاد از مسئله دور نباشن، بفرمایید. خواهش میکنم. ما در این صحبت های 1 سال و اندی که با هم دیگه داشتیم داریم اندیشه رو بررسی میکنیم، عقل انسان رو بررسی میکنیم، تفاوت های عقل های قدرت مدار با عقل های آزاد رو بررسی میکنیم. الان در مرحله هستیم که داریم رابطه عقل های آزاد رو در رابطه عقل‌های قدرت ندار رو بررسی می‌کنیم. در اینجا اگر مایل باشین یکی از بحث‌هایی رو که چندین بار با هم دیگه داشتیم به عنوان یکی از مقدمه‌ها در اینجا مطرح می‌کنم که به این مبحث ما به طور خاص و به صورت ویژه ربط پیدا می‌کنه، و اون این هستش که خود عقل که از آزادی اندیشه صحبت می‌کنیم، خود عقل چه آزادی‌هایی رو داره؟ بله، در صحبت‌های قبلی گفتیم که عقل 9 تا آزادی داره. این 9 آزادی رو من به صورت خلاصه می‌شمارم و بعد بحث‌های این 2-3 هفته اخیر رو که رفت پیدا می‌کنه به همین مبحث ما در واقع رابطه عقل‌های آزاد در رابطه عقل‌های قدرت مدار رو به صورت خلاصه میگم تا به بند دومش، ببخشید به بند سومش برسیم که اون رو یک مقدار با حوصله بیشتر نگاه می‌کنیم. پس عقل گفتیم که 9 تا آزادی داره. اولین آزادی عقل این هستش که به زور هیچ چیز رو نمیشه به درون اون وارد کرد. هیچ معرفت و اطلاعی رو نمیشه به زور وارد عقل کرد. دومین خاصه آزادی عقل این هستش که هیچ با زور نمیتوان کار عقل رو تعطیل کرد. بنابراین اولیش این است که به زور نمیتوان اطلاعات و معرفتی رو وارد عقل کرد. خود عقل باید این آمادگی رو داشته باشه به پذیره. دومیش این استش که کار عقل رو نمیشه به زور تعطیل کرد.
سومی کاسه آزادی عقل این هستش که عقل خودش اصل راهنما رو انتخاب میکنه که بر اساس اون اصل راهنما بتونه بیاندیشه. چهارمی، من اینا رو خیلی خلاصه میگم، بله بله. چهارمیش این هستش که عقل آزادی گزینش هدف و آزادی گزینش روش داره. خاصه ششم، بنابراین این چهار و پنجم شد. خاصه ششم این هستش که عقل خودش زمان رو انتخاب میکنه، بنابراین آزادی انتخاب زمان رو داره. خاصه هفتمش این هستش که عقل آزادی خلق داره. آزادی هشتم عقل این هستش که جهت فعالیت‌های خودش رو عقل خودش تعیین میتونه بکنه. نهمین آزادی رو که عقل داره این هستش که اندیشه راهنمایی رو که بر اساس اون اندیشه راهنما فعالیت میکنه رو باز خودش انتخاب میکنه. این نوع از فعالیتی هست که به صورت خیلی خلاصه گفتن که این خودش یک نفس جداگانه هستش، اما میتونه ما رو وارد این گفتگو بکنه. یعنی ما موقعی که میگیم اندیشه آزاد، از عقل آزادی صحبت میکنه که خاصه هایی داره، این نوع خاصه رو داره و بر اساس این نوع خاصه در واقع عقل ما به صورت طبیعی آزاد هست و بعد عوامل و مسائلی پیش میاد که این عقل اون آزادی خودش رو از دست میده. در این مرحله به طور خلاصه مباحث چند هفته اخیر رو که برمیگرده به رابطه عقل‌های آزاد و رابطه عقل‌های قدرت ندار و در اینها رابطه عقل‌های آزاد و قدرت ندار با هم و واقعیت رو به صورت خلاصه میگم. در این مبحث گفتیم که رابطه عقل‌های آزاد با یکدیگه رابطه عقل‌های مستقل هستن که هر کدوم هم دیگری رو یک واقعیت‌های مستقلی می‌دونن. یعنی هر عقلی عقل دیگر رو واقعیت مستقلی به حساب میاره، از خودشون هستی دارن و رهبری مستقل رو در خور خودشون رو دارن، پایبند قدرت نیستن، بنابراین گرفتار تناقض‌ها نیستن و در کار خودشون بنا رو بر محور تراشی نمیذارن، بنابراین از راهنمای اونها به صورت طبیعی موازنه عدمی هستش، یعنی که رابطه قوا ایجاد نمی کنن. جای شناخت رو با زور پر نمی کنن، از استعدادها استفاده می کنن برای این کار، برای شناختن. شفاف هستن، با انواع سانسورها خود رو زندانی و محدود نمی کنن. بنایشون بر شناخت حق و واقعیت هست، یعنی معرفت رو وسیله تخریب یکدیگه نمی کنن. زمان و مکان فعالیتشون بی‌نهایت هستش. معرفت عقل‌های آزاد در واقعیت برای یکدیگر قابل تجربه هستش. عقل‌ها معرفت‌های یکدیگر رو این است و جز این نمی کنن، یعنی حکم صادر نمی کنن، برای اینکه به محض اینکه این کار رو بکنن معرفتشون جریان معرفت رو قطعش میکنن یا ناقصش میکنن و نمیذارن کار طبیعی خودش رو انجام بده. عقل‌های آزاد از زندان تبعیض‌ها آزاد هستند. میان حقیقت با تکلیف و مصلحت هم رابطی رو برقرار میکنن که عقل آزاد داره، یعنی حق‌ها رو شناسایی میکنن، عمل کردن به اون حقوق رو تکلیف و مصلحت میدونن و هیچ مصلحتی خارج از این حقوق نمیتراشن. جهت عمومی عقل‌های آزاد یکسان و مسیرشون به خط عدالت نزدیک میشه، یعنی اینها همگرایی پیدا میکنن در جریان معرفت و شناخت. عقل‌های جمعی وقتی مدارشون قدرت جبار هستش رو در اینجا به این صورت باید بررسی کرد که فرآورده‌های عقل آزاد در جریان آزاد اطلاع و معرفت و اندیشه ها خورشید میشن و تاریکی ها رو روشن میکنن، یعنی خودشون دلیل خودشون میشن و هر معرفتی قابل تایید از طرف معرفت های دیگه هست و در درون خود اون مجموعه قابل بررسی هستن و گرفتار اکراه نمیشن.
در ارتباط عقل‌های آزاد با یکدیگر نقش عقل جمعی تعیین کننده میشه، اما خود این عقل جمعی هم میتونه قدرت مدار بشه و برای این کار باید مواظب باشه که گرفتار اوامر و نواهی خود همین عقل نشه، گرفتار بازی های مثل اصالت ببخشید مثل فردگرایی و یا نسبی گرایی ها هم نشه، که اینا خودش بحث هایی هستش که ما روش به طور مستقل صحبت کردیم واردش نمیشیم چون این بحث خودش یه بحثی جداگانه است. توجه داشته باشیم که در این مرحله به صورت خلاصه دارم از مطالبی که تو این چند هفته گفتیم رد میشم. بیان قدرت از خدا بی نیاز هست ولی عقلهای آزاد احتیاج به خدا دارن. چرا؟ دلیلش این هستش که به محض اینکه خدا رو برداریم دچار تعیین‌ها، دچار حدها میشینیم و در واقع عقل آزاد احتیاج داره به بی‌نهایت، احتیاج داره به بی‌نهایت معرفت پیدا کردن، به بی‌نهایت رفتن و بنابراین احتیاج داره به یک مطلق، به طرف مطلق رفتن، احتیاج داره به فضای باز لا اکراه و بنابراین این عقل قدرت مدار اگر نباشه، عقل به صورت طبیعی رابطه برقرار میکنه بین خود با مطلق و به طور دائمی به حرکت ادامه میده. خب این قسمت بند اول این 12 بندی هستش که در این صحبت رابطه عقل‌های آزاد، رابطه عقل‌های قدرت مدار و رابطهشون با واقعیت و حق مطرح کردیم. بند دوم رو یک مقدار با هم دیگه یک کم بیشتر نگاه میکنیم در اینجا و بعد میریم سراغ بند سوم. شما تا این مرحله خانم لحظه مطلبی نیستش که بخواید توضیح بدین؟ برای من اولی اگر دوستان مطلبی دارن یا توضیح بیشتری میخواین خوشحال میشم دستشون رو بالا ببینم، در غیر این صورت ادامه بده جناب رایی، اگر من نکته‌ای داشتم حتما مزاحم میشم. میخواهش میکنم. خب حالا رابطه عقل ها احتیاج دارن به رابطه مطلق و نسبی. حق مطلق هست و حق نسبی هست، دو تا حکمی هستش که بر مبنای وجود حق بنا شدن، یعنی حق باید وجود داشته باشه تا انسان یکی از این دو حکم رو که حق مطلق است و حق نسبی رو صادر کنه. در این دوتا حکم به علم، به معرفت، به حق صفت مطلق یا نسبی داده شده. این رو حالا به هم یک مقدار بیشتر نگاه میکنیم چون دفعه پیش به این دو هفته پیش این رو نگاه کردیم ولی به علت اهمیتش یک مقدار این رو بیشتر با هم دوباره روش وامیسیم تا بریم به بند سوم. موقعی که میگیم که عنوان مثال خدا حقه و خدا حق است و خدا نیست، یعنی هم بگیم یک بگیم که خدا هست و یک بگیم خدا نیست، این دوتا حکمی هستن که مدعیان علم بر وجود خدا صادر میکنن و علم بر عدم وجود خدا صادر میکنن. بعضی هم هستن که یه حکم سومی رو در اینجا مطرح میکنن یا یه نظر سومی رو، حالا اگر حکم هم در ذهنشون باشه نظر سومی رو مطرح میکنن و اون این هستش که مدعی هم که دلایل وجود خدا و دلایل عدم وجود خدا برابر با هم هستن، مثل برتراند راسل که این نظر رو داره. بنابراین که علم خود در تساوی عدل حکم میکنه، حالا این خودش دو تا نو برداشت رو پیش میاره که اینها رو با هم بررسی میکنیم. همون گونه که خدا وجود داره میتونه دو نوع حکم به وجود بیاره و خدا وجود نداره هم میتونه دو حکم به وجود بیاره. هر کدوم از این سه حکمی که گفتیم، هر کدوم از این سه نظری که گفتیم که خدا وجود داره و خدا وجود نداره و خدا دلایل وجود خدا و دلایل عدم وجود خدا برابر هستن، هر کدوم اینا اگر حکمی بشه که حصار عقل ما بشه و ارتباط میان عقلها رو قطع بکنه، ناقص علم و آزادی عقل ما هستش. به خاطر اینکه وقتی میگیم حق نسبی است پس علم ما به حق قطعی نیست. خب اول خود نسبی رو یه بار دیگه با هم بررسی کنیم. یعنی چی؟ نسبی یعنی اینکه
رابطه پذیر، اثرگذار و اثرپذیر. پس تعریف نسبی میشه رابطه پذیر، اثرگذار، اثرپذیر، که به صورت دیگه ای هم میتوان این رو گفت. بنابراین اگر حکم میکنیم که حرف نسبی هستش، این رو به صورت چهار تا رهنمو در رابطه با همین نسبی که الان توضیح دادم میتونیم بفهمیم. یعنی این چهار رهنمو این هست که انسان علم اندکی داره. مقدار در اینجا به خاطر دوستانی که یک مقدار دوست دارن بیشتر به صورت تحقیقی این کار رو بکنن، اشاره دارم به آیه 85 سوره اسراء، سوره بنی اسرائیل، که انسان اندکی از علم به او داده شده، به انسان اندکی از علم داده شده. بنابراین یکی از حق نسبی است، یکی از بسیار رهنمودهاش این هست. دومین رهنمودی که از این حق نسبی هست میشه برداشت کرد، بر انسان هستش تا وقتی علم قطعی پیدا نکنه نایسته، که این باز سوره اسراء در قرآن هست آیه 36. سومیش این هستش که بر روی اندیشه ها باز باشه، افکار مختلفی رو که میشنوه، نظرهای مختلفی که میشنوه، گوش خود رو، عقل خود رو نبنده و همیشه باز ببانه و دریافت کننده باشه، که اشاره دارن در اینجا به در واقع این آیه های مختلف هست در این مورد، که موقعی که بند چهارم رو گفتم همه این آیه ها رو با هم دیگه خواهم گفت کدوم هستن. چهارمین رهنمود این هستش که از بهترین قول ها پیروی بکنه. پس بنابراین بروی اندیشه ها باز باشه و بهترین رو پیروی بکنه. سومیش بروی اندیشه ها باز باشه، رهنمود چهارم بهترین قول ها رو پیروی بکنه، و بحث آزاد رو هم به مساوی بهترین روش انتقاد و رشد روش بکنه، رشد در معرفت. این اشاره دارم این دو رهنمود رو به آیه های مختلفی. سوره زمر هستش آیه 18، نحل هستش 125، عنکبوت هستش 46، زمر هستش 28. بنابراین اگر حق نسبی رو دستاویز دستن عقل خود بکنی، جناب رایی، این مطلب آخر که اشاره کردید، بحث آزاد رو به عنوان بهترین روش رشد خودش انتخاب بکنه و آیه هایی که مثال زدید، روش انتقاد و رشد در معرفت پیدا کردن، بهترین روش انتقاد و رشد، بله، و رشد، بله، بله، انتقاد، بله، بهترین روش انتقاد و رشد، رشد از طریق علم، از طریق معرفت پیدا کردن. بله. پس بنابراین به این بهترین قول ها رو باید شنید. بله. به این مطلب باز خواهیم گشت بعد در گفتگویی که بعد از گفتگوی شما خواهیم داشت، حدود یک ساعت نیمه دیگه. این مطلب رو فکر میکنم به نوعی باش برخورد خواهیم کرد، که احتمالا شما در اونجا هم اگر تشریف داشته باشید وارد بحث بشین خیلی ممنون میشه. حتما. بله، بفرمایید. خواهش میکنم. پس بحث امروز ما، بحث بعدی ما در رابطه با بحث آزاد و گفتگوهای آزاد هستش. یه رابطه داره که حالا نمیخوام قطع بکنم، موضوع به اصطلاح عوض بشه، به موقع خودش توضیح میدم. خواهش میکنم. پس بنابراین منظور ما به صورت خیلی خلاصه حالا در مبحث بعدی بازش میکنیم این هستش که جریان آزاد اطلاعات و تجزیه تحلیل و معرفت رو باید برقرار کرد. خب اگر حق نسبی رو دستاویز بستن عقل خودمون بر روی عقل‌های دیگه بکنیم و یا سانسور عقل‌های دیگر رو طلب کنیم، در واقع این حق، این حکم حق نسبی رو
با این حکم حق نسبی باعث میشه به وحشتناکترین زندان ها گرفتار بشیم. عقل ها رو محکوم میکنیم به وحشتناکترین به بدترین نوع زندان ها. یعنی این حکم حق نسبی است، این حق نسبی رو من به صورت حکم در نظر میگیرم و خود این رو در اساس این میام میگم که باید مسائل رو همه رو نسبی کرد، حتی اونهایی که دائمی و پایدار هستن اونها رو نسبی. این خودش یک زندانی به وجود میاره، این یک حالت دمدمی مزاجی به وجود میاره، این یک نوع عدم ثبات به وجود میاره که این عدم ثبات و این درگیری و این معلق ماندن دائمی خودش بزرگترین زندان هست. میشه زندان معلق ماندن، زندان پادر هوا بودن، زندان عدم اعتماد و عدم رابطه‌ای که منسجم، پیگیر و دائمی هست. و اگر حالا در مقابلش بگیم حق مطلقه، برای مثال بگیم اسلام مثلا حق مطلقه، احکام مثلا اسلام یا حالا مسیحیت یا هر دینی مطلق هستن، همین حکمی که عقل انسان صادر میکنه باعث میشه که یک زندانی رو دوباره ما به وجود آوردیم. اون نه فعالیت آزاد عقل رو دچار مشکل کردیم. این به طور مرتب به طرف معرفت رو کسب کردن و تحقیق کردن رو دچار اشکال میکنیم. در واقع عقل خودمون رو و عقلهای دیگر رو از اون دین آزادی که حالا اسلام یا هر دین دیگه که مرام توحیدی باشه و دین آزادی باشه از اون دورش میکنیم. اون برداشت آزادگونه از دین رو که انسانها رو آزاد میکنه برش میداریم و همین دین رو تبدیل میکنیم به انواع اقسام دینهای قدرتی که متاسفانه در تاریخ ادیان مختلف از جمله اسلام دیده شده. اگر اصول راهنمای یک دین رو فراموش بشه، اون اصول ثابت و دائمی و پایدارش رو ثابت بشه، این فروع میان جای اون اصول رو میگیرن و این اصول، این فروع تبدیل میشن حتی به صورت رسمی به احکام. احکام به عنوان مثال میشه مثلا مجموعه قواعد مجازات ها، در صورتی که در یک دین آزادی احکام اون اصول ثابت و پایدار هستن. بنابراین در اینجا یک رابطه با همین صادر کردن حکمی که حق مطلق است، ما خودمون میتوانیم همین رو برداریم و دستکاری های نابجایی در رابطه حق و باطل ببخشید مطلق و نسبی بکنیم و میتونیم از این طریق رابطه‌ای رو برقرار بکنیم که اون رابطه سالم عقل با عقل‌های دیگه نیست. رابطه‌ای رو میتونیم به وجود بیاریم که بر اساس اون ما در واقع حکم صادر کردیم که چون این گونه هست، مطلق است و این گونه دیدن همان مطلق است و در واقع متنوع بودن واقعیت رو در اینجا میاییم به صورت یک حق مطلق به دیگران و به عقلها معرفی میکنیم و در واقع یک انحصار واقعیتی رو به اسم حق مطلق است به دیگران به اصطلاح میخواییم منتقل بکنیم و در واقع میخواییم این حق مطلق است رو دهانی قرار بدیم برای اینکه واقعیت ها، تنوع واقعیت ها رو نفی بکنیم و شکلی از اشکال واقعیت رو به خود دیگر رو بدیم. خب واقعیت اینه که هر سه این حکم هایی که گفتیم که حق نسبی است، حق مطلق است، حق دلایل وجود حق نسبی و دلایل وجود حق مطلق، دلایل وجود خدا وجود دارد و دلایل وجود خدا وجود ندارد، هر سه این حکم ها رو متاسفانه در تجارب زندگی بشری اینها به صورت حکم ها بیشتر استفاده شده.
حالا اگر نگیم همه انسان ها اینطور، اکثریت غریب به اتفاق انسان ها متاسفانه اینها رو به صورت حکم در نظر گرفتن و از این طریق رابطه عقل های آزاد با هم دیگر رو رد کردن. پرسش دیگه که در اینجا به نظر میاد اینه که چه کار میشه کرد که این احکام دستاویز برقرار کردن سانسورها نشه و عقل رو گرفتار زندان مجردی نکنه. حالا پاسخش رو یک مقدار در پایین با هم نگاه کنیم. در این احکام واقعی که نگاه بکنیم، هر سه اینها حکم‌های جانشمول هستند. به عنوان مثال خدا هست، خدا نیست، دلایل وجود خدا هست و دلایل خدا نیستن، هر سه اینها جانشمول هستند. اگر صفت جانشمول رو از اونا بستونیم، از اونا بگیریم، پوچ میشن. برای اینکه اصلا این حکم‌ها صادر شده، برای اینکه بگیم این گونه است و همه هم این گونه میفهمن. اما برای اینکه حکمی به مصاحبه دیان حق پذیرش همگانی پیدا بکنه، باید عموم جهانیان حقانیت اون رو در بیابن، همه انسان ها حقانیت اون رو در بیابن و در این حال بتونن اون رو تجربه کنن و این هم نیازمند جریان آزاد اطلاع و تجزیه تحلیل و معرفت هست، نیازمند جریان آزاد اطلاع و اندیشه و علم هستش. با وجود این بسیار اتفاق میفته که همگان حکمی رو حق میدونن و جهان شمول میشمارن، در صورت که جهان شمول نیست، یعنی شهرت جهان شمولی داره، دوکسا هستن، در واقع جهان شمول نیستن. بنابراین این عقلهای انسان متاسفانه به صورت روزمره میتونه این اشتباه رو بکنه که آن چیزی رو که جهان شمول میدانه، همگانی میدانه، این هست و جز این نیست میدانه، میتونه مشهور باشه ولی در واقع جهان شمول نباشه. ما عادت کرده باشیم به اینکه اینها رو اینگونه ببینیم، چرا که علم قطعی به اون وجود نداره. ادعا میشه، بعد میخواییم بهش علم قطعی پیدا کنیم، وجود نداره علم قطعی بهش. بنابراین همه عقلا نمیتونن اون یک سام بفهمن. اگر مراد از حق نسبیست این باشه که حقانیت اون در بند محدودیت زمانی و مکانیه، یعنی در جایی و زمانی حقه و در جایی و زمانی دیگه ناحقه، صادر کننده حق قافل شده که اون حق و ناحقی در بند محدودیت های زمانی و مکانی میشه. بنابراین اگر جهان شمول باشه، به زمانی حق هست، در زمانی حق نیست، در جای حق هست، در جای حق نیست نباید داشته باشه، همه جا باید حق باشه و همه زمان ها باید حق باشه. که و اگر بگیم حق رو اون کسی که حق رو مطلق میدونه غافله که واقعیت های بسیاری وجود دارن، همینطور که چند دقیقه پیش توضیح میدادم، اما در وجود و صفت حق مطلق نیستند. بنابراین غافلن که واقعیت های زیادی وجود دارن که مطلق نیستن، در وجود خودشون و در صفت خودشون مطلق نیستن. بنابراین موقعی که ما یک امری رو، یک واقعیتی رو میخواییم به اسم یک حق مطلق به خورد دیگر رو بدیم یا به دیگر رو ارائه بدیم، باید توجه داشته باشیم که این واقعیت ها واقعیت های متنوع هستن و این واقعیت ها در وجود خودشون و در صفت خودشون مطلق نیستن. پس بنابراین این تصور باطل رو نباید کرد که هر واقعیتی حقه و هر حقی هم واقعیته. تفاوت اساسی بین واقعیت ها و حقا وجود داره و بنابراین این دوتا مطلب رو باید به دقت بررسی کرد، خاصه های واقعیت رو شناسایی کرد. اگر یک بار یادم باشه خواسته های واقعیت رو با هم دیگه شناسایی کردیم، یه بحث جداگانه است، خیلی بحث طولانی هم است و خواسته های مختلف حق رو هم این رو یادم میاد به طور چندین بار این رو بررسی کردیم. در اینجا توضیح یک مقدار بیشتر در این مورد میدیم که هر واقعیتی بخواد همه مکانی و همه زمانی بشه، بتوان و بتونیم اون رو هم بخونیم، ناگزیر باید در وجود از محدودیت و تضاد راحت باشه، رها باشه. یعنی هر واقعیت امر واقعی که در بیرون میبینیم، هر چیزی رو که ما واقعیت میبینیم
اگر دچار محدودیت ها میشه، دچار تضاد ها میشه، دیگه حق نیست. برای اینکه حق محدودیت نداره، قواعد حقوقی محدودیت ندارن و تضادی هم بین این قواعد و بین این حق ها وجود نداره. پس بنابراین اگر ما از واقعیتی صحبت کردیم که دچار محدودیت میشه، به زمان خاصی تعلق میگیره، به جای خاصی تعلق، به مکان خاصی تعلق میگیره، این دیگه حق نیست که ما این رو بخوایم به عنوان حق مطلق ارائه بدیم. خودش هم دلیل خودش میتونه نباشه. واقعیتی میتونه باشه، گفت ما چه مطلبی رو میتونیم واقعیت بدانیم یا امر واقعی رو میتونیم واقعیت بنامیم که دلیلش در خودش نباشه، در صورتی که حق دلیلش در خودشه. و بنابراین شناسایی اونها برای اینکه علم بشه و همه هم اونگونه بفهمن باید خالی از تناقض باشه، خالی از تضاد باید باشه، خالی از تناقض باید باشه. پس جریان آزاد علم به عقل‌های آزاد امکان میده همچنان پیش برن تا با شناخت واقعیت، تا به شناخت واقعیت آنسان که اونگونه که هستن نزدیک بشن. پس بنابراین این نوع خاصیت عقلی رو که شمردیم، نوع فعالیت طبیعی رو برای عقل ما پدید میاره که به طور دائم حرکت میکنه، به طور دائم فعالیت داره، به طور دائم در حال تحقیق هست، به طور دائم اطلاعات رو میگیره، میسنجه با اطلاعات دیگه، اندیشه رو میسنجه با اندیشه های دیگه میسنجه. این کار دائمی کار عقل آزاد هست و این رو با حکم حق مطلق است، حق نسبی است، یا دلائل این حق نسبی است با دلائل این که حق مطلق است محدودش کردن، باعث میشه که خود عقل دچار مشکل در کار خودش میشه، در کار طبیعی خودش میشه. خب این بند دوم رو در اینجا یک مقدار به علت وقت بیشتری که امروز داشتیم و اون نیم ساعت اولش نرفت، من یک مقدار این بند دوم رو به علت اهمیتش بیشتر روش صحبت کردم. هدفم از این کار این بود که دوستان توجه داشته باشن که ما میتوانیم یک مطلبی رو صحیح بدانیم، ما میتوانیم یک قاعده ای رو صحیح بدانیم، ما میتوانیم یک چیزی رو حق بدانیم، ما میتوانیم یک امر واقعی رو بهش یقین پیدا بکنیم و همین تفکر ذهن ما رو ببنده و همین تفکر و همین اعتقاد و همین یقین میتونه جلوی کار دائمی و از نقص به طرف کمال رو بگیره. در واقع در اینجا دارم توضیح میدم که کار عقل یک کار میکانیکی نیست، کار عقل یک کار سیال هست، کار عقل احتیاج به قواعد باز داره، کار عقل احتیاج به فضای باز داره، کار عقل احتیاج به اصل راهنمای عدمی داره، این اصلی که در اون محور سازی نمیشه، هیچ تضادی وجود نداره، کار عقل احتیاج به اندیشه راهنمای آزاد داره و کار عقل احتیاج به هدف و روش آزاد داره. و تمام این کار پیچیده رو به میزانی که انسان تمرین میکنه اوتوماتیسم پیدا میکنه، در واقع اخت بهش پیدا میکنه، فامیلیاریزه میشه، یعنی عقل با این عقل یک حالت به اصطلاح همکاری تنگاتنگ و آگاهانه پیدا میکنه و این عقل هست که روز به روز با این کار مسلح میشه و این عقل میاد مفاهیم رو روز به روز کد به صورت کدش در میاره و با این کار هستش که عقل مرتب از مرحله‌ای میتوانه وارد مرحله دیگه بشه و اون مرحله برگشت ناپذیری رو پیدا میکنه، یعنی به یه جایی میرسه که آنچنان اتوماتیسمی پیدا میشه، آنچنان به صورت سیستم این عقل عمل میکنه و آنچنان اخت پیدا میکنه به قواعد باز، قواعد بدون حد، که بر اساس اونها عقل مرتب از خود سوال میکنه، عقل مرتب جریان اندیشه و اطلاعات برقرار میکنه، عقل مرتب مسائل رو، اصول رو میگیره، میسنجه، ولی مرتب مورد شک و تردید قرار میده
مرتب در جریان اندیشه و اطلاعات قرارش میده و مرتب آن چیزی رو هم که پیوسته و دائمی میدانه باز درک خود از اون پیوسته و دائمی رو زیر علامت سوال میبره. درک خود به عنوان مثال از برابری رو میتوانه مرتب کاملترش بکنه. درک خود از عدالت رو میتونه روز به روز کاملتر کنه. درک خود از حق صلح رو میتونه روز به روز گسترش بده. درک خود از استثمار رو میتونه روز به روز گسترش بده. درک خود از ارتباط عقل‌ها رو، چگونگی ارتباط عقل‌ها رو میتونه روز به روز گسترش بده. بنابراین به محض اینکه ما گفتیم حکمی یا نظری دائمی و پیوسته است در طول تاریخ تکرار شد، کار ما رو از پیگیری در نمیاره، کار ما رو از نقص به طرف کمال رفتن در نمیاره، بلکه روز به روز یک آرامش بیشتری رو ایجاد میکنه. اما این آرامش نباید ما رو گول بزنه که فراموش کنیم که همین رو هم باید مرتب مورد بررسی قرارش بدیم. این خلاصه این دوتا بند بود. حالا اگر مطلب دیگه نیست میریم سراغ بند سوم. بله، این نکته آخر جناب رایی بسیار نکته مهمی هست که فرمودید عقل به طور پیوسته اگر هم بر چیزی واقف شده باشه، درک خود رو از اون چه میداند مورد محک قرار میده و دائم درک خود رو گسترش میده و عمق بیشتری ازش میده، بهش میده. این نکته بسیار دقیقا به خاطر اینکه نظر لطفتون زیاد دلیلش این هست که نظر انسان مجموعی از تفسیر هست، مجموعی از تفسیر، اعتقاد و تعقل هست. یعنی تعقل انسان به قول انشتین همیشه بزرگتر از معرفت هست. به میزانی که انسان معرفت پیدا میکنه، این تعقلش باز بزرگتر از اون معرفتش هست. همچنان میتونه به فضاهای لا اکراه ببره و میتوانه روی اون نظریه ای هم که پیدا کرده تعقل بیشتری بکنه، چونه چراهای بیشتری از اون معرفتی هم که پیدا کرده میتونه بکنه. پس تعقل، اعتقاد و تفسیر ترکیبی رو به وجود میارن که نظر هست. این نظر به علت این حالت ترکیبی برای اینکه به واقعیت نفس واقعیت تبدیل بشه، به واقعیت مطلق تبدیل بشه، احتیاج به کمال داره. احتیاج به این داره که نظر به بی‌نهایت به اصطلاح زیبایی برسه، به بی‌نهایت واقعیت برسه، به مطلق واقعیت برسه و در واقع کاملا ابجکتیو بشه. قبل از اون نظرهای ما سوبژکتیو هستیم و مواظب باید باشیم مرتب نسبی بودن خودمون رو بپذیریم. با این توضیحی که دادیم، این نسبی بودن خودمون رو که کارپذیر هستیم، ببخشید نظرت هم گفتن کارپذیر، نسبی بودن خودمون رو که رابطه پذیر هستیم، اثرگذار و اثرپذیر هستیم رو توجه داشته باشیم و توجه داشته باشیم به علت اینکه سوبژکتیو هستیم، به علت اینکه به طرف واقعیت میریم، واقعیت شناس هست عقل ما، نه واقعیت مطلق فهم. بنابراین باید توجه داشته باشیم که علم ما اندکه، علم ما قطعی نیست و تا زمانی که قطعی نیست نباید بایسته و بر روی اندیشه ها باید باز باشه و از بهترین قول ها انتخاب بکنه و از گفتگو و ارتباط اندیشه و اطلاعات و معرفت استقبال بکنه، از بحث آزاد استقبال بکنه، از مکاتبات آزاد استقبال بکنه. بله جناب رایی، این مسئله که مورد بحث قرار میدید همکنون، در واقع به من این گونه خودش رو توضیح میده
که جستجوی حقیقت و یا تحری حقیقت که یکی از آموزه های آینه بهایی هم هست یک پدیده ایستا نیست، بلکه یک پدیده پویاست. به این معنا که زمانی که انسان یک حقیقتی رو هم دریافت، این دریافت حقیقت نباید باعث ایستایی عقل و مغز و اندیشه بشه، بلکه از اون به بعد باید درک خودش رو پویا بکنه و درک خودش رو دامنه وسیع تری بده و عمق بیشتری بده. این پویایی مسئله بسیار، یعنی باید بپذیره که کاملا، یعنی باید بپذیره که عقل ما به علت اینکه ما موجودات متعینی هستیم، موجودات محدودی هستیم، ما نمیتوانیم محیط بر حقیقت بشیم، ما نمیتوانیم به حقیقت به صورت مطلقش برسیم، اما یک کاری رو عقل ما میتوانه متوجه بشه و میتوانه بهش توجه کنه و میتوانه از این طریق عمل بکنه. هرچه به حق توجه میکنه، هرچه به اصول پایدار و دائمی توجه میکنه، دلیلش در خودشه، و هرچه که این خصوصیت رو نداره، دلیلش در خود نیست، دلیلش در بیرونشه. این خودش یک بحث جداگانه است که یک بار به صورت ناقص روش صحبت کردیم. در آینده فکر میکنم اگر درست الان تو یادم باشه این بحثایی رو که دارم پیگیری میکنم، به صورت مستقل رو این صحبت خواهیم کرد. نه، میتونیم به صورت مستقل روش صحبت کنیم. یعنی در واقع باید توجه داشته باشیم که حالا که ما نمیتوانیم خود حقیقت رو، اگر حقیقت رو به معنی واقعیت مطلق بگیریم، بفهمیم و به طرف او میریم، عقل ما واقعیت شناس است و بعد از اینکه تا این اصول رو پیدا کردیم باز هم میتوانیم بهتر و کاملتر بفهمیمش، در اینجا بس ما در یک وادی سرگشتگی قرار نگیریم، یک نوع سرگردانی نشیم. میتوان گفتش که همین توجه کردن به این اصول پایدار ثابت و توجه کردن به این که دلیل حقها در خودش هست، دلیل بسیاری از اندیشه ها در خودشون هست، دلیل اندیشه ها و قواعدی هست که در خودشون نیست، میتونه یک مقدار این پاسخ به جواب ما باشه. یعنی یک مقدار میتونه ما رو در رابطه با سوال، این سوال که آیا ما همیشه باید سرگشته و پریشان باشیم، در یک نادانی مرتب باشیم، یا اینکه نه، جهت حرکت ما جهتی هستش که یواش یواش در ما یقین ایجاد میکنه. جوابش این هست که اصولی هستن که پایدار ثابت هستن، دلیلش در خودش هست و به میزانی که انسان معرفت پیدا میکنه بیشتر توجه متوجه میشه که این خودش رو بیان میکنه. خورشید میشه دلیل آفتاب، آمد دلیل آفتاب میشه، و به میزانی که اون اصلهایی رو که دلیل خودشون نیست رو پیدا میکنه و اونها رو مقایسه میکنه با این، میبینه که اون اصول درش تضاد و تناقض هست، این اصولی که خودشون دلیل خودشون هستن دلیلش تضاد و تناقض درش نیست. حالا در همین حد چون به بحث امروز ما رفت به طور مستقیم پیدا نمیکنه میمونیم، بعد یک بار به طور خیلی به سر مفصل روش به طور مستقیم صحبت کنیم. بله، ممنونم جناب رایی. اجازه بدید خیر مقدم داشته باشم حضور دوستانی که تازه به جمع ما پیوستند. دوستان عزیز خوش آمدید. یک بار دیگه با جناب رایی هستیم و موضوع آزادی اندیشه. اگر تا اینجای صحبتها مطلبی، نکتهی، پرسشی، سوالی مطرح هست، خوشحال میشم که دست دوستان رو بالا ببینم تا در خدمتشون باشیم. دوستانی که دارن گفتگوها رو گوش میکنن، بله، دوستانی که دارن گفتگوها رو گوش میکنن توجه داشته باشن که منبع اصلی صحبت ما کتابی از به اسم عقل آزاد، و در حاشیه این کتاب و در رابطه با این کتاب هست که مطالب متنوعی رو هم مطرح میکنیم که لزوماً در این کتاب عقل آزاد نیست. این کتاب عقل آزاد رو میتونن در اینترنت پیدا کنن دوستان، منتها توجه داشته باشن که بسیاری از توضیحات به علت
بحثایی هستش که در رابطه با این پیش میاد و در رابطه با گفتگوهایی که بین خودمون در جلسات مختلف داشتیم و توجه شخصی خود من به تمام اون سوالها و مطالبی که تو این مدت یک سال و نیم مطرح شده باعث میشه که من یک مقدار گاهی اوقات دقیقا اون مطالب رو عنوان نمی کنم، بلکه اون رو به عنوان اصل گفتگوی خودمون قرار میدم. نویسنده کتاب اگه مایل باشین میتونم بگم، ولی نمیخوام تبلیغ سیاسی گروهی بشه. نه به هر حال نویسنده شما چون مسئول میزبان اتاق هستین، اگر مایل هستین میتونم بگم. بله لطفا. آقای بنی صدر هستم. بله ایشون آقای ابوالحسن بنی صدر. بله ابوالحسن بنی صدر هستم. بله ایشون بر اساس تجربیات 50 60 سالی خودشون این کتاب رو نوشتن و این کتاب دوباره قدیمی شده. با وجود اینکه چند سال پیش نوشته شده قدیمی شده و دوباره اگر قرار باشه این کتاب نوشته بشه اصولی بهش اضافه میشه که احتمالاً این کار رو دارن میکنن، در اینکه خود این کتاب بحث‌های زیادی رو پیش آورده و بندهای دیگه ای رو لازم شده بهش اضافه بشه. به هر حال ما که نزدیک یک سال و نیم هست که این رو این گفتگوها رو مبناش رو همین کتاب قرار دادیم به اضافه گفتگوهایی که خودمون به صورت آزادش اضافه کردیم و الان از نصف کتاب یک مقدار رفتیم جلو، نصف کتابی که در حال حاضر موجود هستش. اگر موافق باشیم برم روی همین به مبحث رابطه عقل‌های آزاد در رابطه عقل‌های قدرت ندار و رابطه این عقل‌ها با واقعیت و حق. اگر هم صحبت گفتگویی داریم که اون گفتگوها رو بله. با هم دیگه دوستان عزیز تازه واردین به جمع ما خوش پیوستید، همطور که متوجه هستید از سردر اتاق با جناب رایی هستیم و مبحث آزادی اندیشه. اگر تا کنون صحبت‌های جناب رایی رو گوش می‌دادید، مسئله نکته‌ای، سؤالی، پرسشی هست، لطفاً دست بالا کنید، مطرح کنید. در غیر این صورت در خدمت شما هستیم جناب رایی برای ادامه صحبت‌ها، عقل آزاد، عقل قدرت مدار و واقعیت. بله؟ بله. خب، مطلب دیگه ای رو که در اینجا مطرح می‌کنیم این جوابگویی به این پرسش هستش که چرا عقل وقتی هم به نسبیت قائل میشه حکم مطلق صادر میکنه و هم زمانی که به مطلق قائل میشه دوباره حکم مطلق صادر میکنه. از یه زاویه دیگه ای داره در واقع این رو بررسی میکنیم. در واقع باید این سوال رو به این صورت بررسی بکنیم، با یک سری سوال‌های دیگه کامل‌ترش بکنیم این سوال رو که آیا قدرت که میل به فراگیری داره و احکام جهان شمول صادر می‌کنه و این عقل هستش که در واقع این نسبیت عقل نسبی هست رو می‌خواد به صورت جهان شمول داره، یا برای چی این کار رو می‌کنه این عقل قدرت نداره، و یا اینکه در واقع چه دلیلی وجود داره که عقل‌ها، حالا عقل‌های قدرت ندار که به عنوان مثال این جهان شمولی به اصطلاح حکم‌ها رو میخوان صادر بکنن. آیا این صادر کننده این حکم حتما شخصی هستش که عقل قدرت ندار داره؟ جوابش هم آری هست و هم نه هستش. یک قسمتیش برمیگرده به خود مکانیزم عقل ما، یک قسمتی هم برمیگرده به اینکه ما میتوانیم عقل قدرت ندار داشته باشیم که حکم صادر میکنیم که به عنوان مثال نسبیت هم خودش یک حکم مطلقی است. نسبیت هم یعنی مطلقه. خب قدرت رو که میدونیم از حد و رابطه قوا پدید میاد. در واقع اینجا به جواب آریش داریم میپردازیم، آری به این که بله این عقل قدرت نداره که اینو صادر میکنه که نسبیت مطلق و داره نیست. تمام در واقع قدرت به تمایل قدرت به فراگیری فقط به خاطر اینکه حد و حدودی ایجاد بکنه نیست. اگر نتونه دائم
حالا اول این قسمت رو بررسی بکنیم که اگه نتونه دائم حد و مرز پیدا بکنه و دائم بر خودش بیفزاد از بیان میره. پس بنابراین از خصوصیات عقل قدرت مدار این هستش که احتیاج داره دائم حد درست بکنه، چارچوب درست بکنه، مرز درست بکنه و دائما هم تقسیم به دو بکنه، یک قسمتی رو حذف بکنه و بر خود بیفزاد و یک قسمتی رو که تقسیم به دو کرده حذف کنه، یعنی هم تخریب میکنه و هم میخواد خود رو بزرگ بکنه، بر خود بیفزاد و دائما هم به خاطر همین کاری که میکنه خود و دیگری میسازه، یک مرزی بین خود و دیگری ایجاد میکنه، یک رابطه بین خود و دیگری ایجاد میکنه، این که این باعث میشه یک قسمتی رو حذف بکنه و خود رو بر خود بیفزاد و دائما نصف رو از بین ببره یا یک قسمتی رو از بین ببره، یک قسمتی رو بر خود بیفزاد. و بنابراین از این زاویه میتوان گفتش که احتیاج داره به این که حکم صادر بکنه، حکم‌های مطلق صادر بکنه. بماند که حالا یه بحث دیگه است که خودش این حکم‌ها رو زیر پا می‌ذاره. در همون حال که نیاز داره با باور خودش رو همگانی بکنه، در همون حال که نیاز داره باور به اصالت قدرت رو همگانی بکنه و همه زمانی بکنه، نیاز به تابع گرداندن حق از توقعات خودش هم داره. یعنی عقل قدرت مدار میاد حکم رو صادر میکنه و در این حال حق هایی که وجود دارن و اینها رو هم باید در محدودی خودش بفهمه، یعنی حق رو هم باید تعریف بکنه از طریق قدرت و از این طریق حق ها رو که بی نهایت مطلق هستن به علت خصوصیات مطلق و بی نهایت دائمی که دارن، اونها رو باید با توقعات قدرت همراه بکنه و زمانی که این کار رو میکنه حقی که حد و حدود نداره تبدیل به ناحق میشه. و به این علت هستش که حقی که بی حد و حدود هست، به همه تعلق میگیره، همه زمانی و همه مکانی است، رو میاد به مکان خاصی، زمان خاصی تعلق میده و از این طریق آنجای دیگهی که این حق نیست اونجا دوچار بی‌عدالتی، دوچار مشکل میشه و بنابراین در قسمتی هم که میخواد عدالت ایجاد بکنه در یه قسمت دیگه ناعدالتی ایجاد میکنه و بنابراین فساد به وجود میاد. به شکل دیگه بخوام این رو توضیح بدیم، قدرت نیاز دائمی داره که ناحق رو جانشین حق بکنه و یا حق رو اون گونه‌ای تعریف بکنه که خود حق نیست، برای که حق گفتیم همه جهان شموله، همه مکانی، همه زمانی هست، به همه تعلق میگیره و این همانی با هستی هست، خواسته های خودش رو داره، این رو نمیتوان آورد و محدودش کرد. به محض اینکه محدود بکنید دیگه به بعضی تعلق میگیره، به بعضی تعلق نمیگیره. به محض اینکه آمدید حقی رو مقدم کردید در حق دیگه، یک حقی رو جلوتر در نظر گرفتید، فعلا حقوق دیگه ای رو صرف نظر بکنید یا اینکه فراموش بکنید یا بگید در مرحله بعد، این باعث میشه که در واقع عملا رفتیم توی یک سیستمی که سیستم کامل نیست. حقوق با هم دیگه در ارتباط هستن، یک سیستم کاملی رو وجود میارن و به همه هم تعلق میگیرن. اینو از این حالت در آورده. بنابراین به محض اینکه شما میخواهید به توقعات قدرت توجه داشته باشید و از اون طریق حق رو بفهمید، خود حق پایمال شده و از این طریق ناحق جانشین حق شده و در واقع حق رو اونگونه که هست نمیفهمید، اونگونه که قدرت نیاز داره تعریف میشه. در ایجاد متمرکز و بزرگ و فراگیر شدنش، پس در ایجادش، متمرکز شدنش، بزرگ شدنش و فراگیر شدنش نیازمند مشروعیت هستش قدرت. پس قدرت برای اینکه بتونه ایجاد بشه ادعا بکنه که من اصالت دارم، برای اینکه بتونه متمرکز بشه، به این علت خصوصیت قدرت این است که متمرکز میشه و به علت اینکه به این علت که بزرگ بشه، به این علت قدرت مرتب باید بزرگ بشه، به معنی که متوقف بشه میمیره، و برای اینکه فراگیر بشه و برای اینکه نیل میکانیسم دائما در خود افزایی رو داره، میکانیسم دائما تقسیم بر دو رو داره، بنابراین هی جاهایی هم که درش نیست هی باید سراغ اونها هم بره. یک جایی که در واقع تسلط داره کافیش نیست، باید بره جاهای دیگه هم تا
تسلط پیدا کنه. اون جای دیگه هم که تسلط پیدا میکنه باز براش کافی نیست. باید یواش یواش وارد روح و روان انسان ها هم بشه. میتونه اوتوکرات باشه، مستبد باشه، ولی کافیش نیست. اگر به همین روند خودش پیش بره به یک تمامیت خواه، یک توتالیتر هم تبدیل میشه یواش یواش. یعنی به از مرحله امر و نهی کردن در یک زمینه های یواش یواش کار میرسه به امر و نهی کردن در خصوصی ترین جنبه های زندگی، وارد خونه ها میشه، وارد کله ها میشه، وارد عقل ها میشه و اونها رو هم میخواد کنترل بکنه و کار رو به جایی میرسانه که دیگر تخریبیش بزرگتر از تخریب خودش میشه و اگر در مقابلش مقاومت نشه همه چیز رو از بین میبره. همه رو میخواد ساکن کنه به این علت خودش فعال بمونه. بنابراین از اونجایی که قدرت احتیاج به این داره که ایجاد بشه از طریق بیرونی، یعنی از طریق رابطه قوا، از طریق خود و دیگری ساختن ها، از طریق بالا دست و پایین دست ساختن ها، از رابطه مسلط و زیر سلطه، از رابطه مطبوع با ته دو نقطه و تابع ایجاد کردن، از طریق رابطه های تبعیض آمیز گوناگون رابطه قدرتی رو ایجاد میکنه و بعد متمرکز باید بشه، باید بزرگ بشه و فراگیر بشه. این خصوصیات قدرت هستش و از این طریق میخواد مشروعیت پیدا بکنه. باید بنابراین خود رو به عقل، انسانها حق بباورونه، یعنی بگه که بنابراین آنگونه که من میگم صحیحست، همه هم اینگونه میتوانن بفهمن، جهان شمول هستش، این حکم مطلقه، احتیاج داره به اینکه مطلق کردن. پس بنابراین جواب آریست از اینکه آیا حق نسبیت جهان هستی، جهان نسبی هاست، حق نسبی هست. این حکم رو صادر کردن درست کار عقل قدرت نداره، عقل قدرت ندار این کار رو میکنه و بنابراین هم در همه مکانها و همه زمان میخواد بباورونه که قدرت اصالت داره و هم در جانشین حق کردن ناحق از راه پوشاندن حق هستش که میخواد این کار رو بکنه. یعنی میخواد به حق لباس باطل بپوشونه و از این طریق ناحق رو حق جلوه بده. اما عقل تحت سلطه زور نمیتونه کار بکنه مگر اون که ایجاد به کار بردن زور رو موجه بکنه. یعنی در واقع احتیاج داره به اینکه این عقل قدرت ندار احتیاج داره که این زوری رو که به کار میبره برای اینکه سلطه خود رو بر دیگر را حاکم بکنه، احتیاج داره این موجه بکنه، احتیاج به مشروعیت در این داره. حالا چرا نیاز عقل نیاز به حق داره حتی وقتی که قدرت ندار هست رو تا حدودی تا گفتگوهای قبلی توضیح دادیم و در آینده هم توضیح داده خواهد شد. اینها برمیگرد به حکم‌هایی که صادر شدن. این حکم‌ها حقیقت سومی رو در واقع بیان می‌کنه. حالا اون رو در آینده، اینکه چرا در واقع احتیاج به حق داره رو به صورت مستقل تا حالا یک مقدار بررسی کردیم، بررسی هم خواهیم کرد. دلیلش در اینجا این مسئله رو بررسی می‌کنه که حکم ها حقیقت سومی رو باگذار میکنه. این حکم هایی که عقل قدرت ندار صادر میکنه حقیقت سومی رو به ما بازگو میکنه، به ما میگن، و اینه که عقل در فعالیت خودش نیاز به حق داره، نیاز به حقی داره که آدم رو مطلق ببینه. پس بنابراین عقل انسان، حالا قدرت نداری قدرت ندار غیر قدرت ندار، در فعالیت خودش نیاز داره به اینکه آدم رو مطلق بدانه، یعنی یک جاهای انسان رو مطلق میدانه. همه انسان ها یک نوع مطلقی رو در درون خودشون یا یه جاهایی رو این مطلق رو احتیاج دارن در درونشون باشه، چنان که حتی وقتی بک صادر میکنه این عقل که حق نسبیست، نسبی بودن حق رو حقیقتی همه مکانی و همه زمانی میخواد بشماره. یعنی این خصوصیت، علاوه بر اینکه گفتیم از این گفتیم آری این عقل قدرت ندار هست که این نسبی بودن رو میخواد حکم مطلق بکنه،
در این حال فقط همین عقل قدرت ندار نیست این کار میکنه، خود عقل ما اصلا به صورت هر عقلی قدرت ندار یا آزاد به طور طبیعی احتیاج داره به اینکه یک جای مطلق باشه، یعنی نمیتونه نسبی رو تصور کنه بدون مطلق، نمیتونه یک مطلبی رو بگه بدون اینکه یک چیز پایدار و ثابتی وجود داشته باشه. اگر یادتون باشه صحبت کردیم از یک ریاضیدان بزرگ آلمانی به اسم هوسکل که ایشون این مسئله رو بررسی کرد، در آزمایش‌های خودش در بررسی‌های ریاضی گونه خودش دید که یک جاهایی یک مطلق رو لازم داره، دید یک جاهایی اگر اون بن و پایه نباشه معلق بودنش در این نسبی‌ها اصلا نمیتونه کارش رو در اون زمینه‌ای که میخواد بررسی بکنه پیش ببره. بله جناب رایی، اجازه بدین خیر مقدمی بگم خدمت دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن. در ضمن اگر بفرمایید که این مطلب در کجا میشه وقفه پیدا کنه، چون برای بعضی از دوستان سوالاتی ممکنه پیش بیاد. من این بند سوم رو دارم بررسی میکنم. بله. اینو احتمالاً 10 دقیقه رو دیگه تمومش میکنم. بله بسیار خوب، پس سوالات دوستان رو میگذاریم برای حدود 10 دقیقه. اگر دوستان سوالی دارن میتونم در همینجا قطع کنم، اما از نظر من مسئله نیست. مسئله فقط این میشه که بحث ممکنه به جای دیگه اصولاً بره. این هست که من ترجیح میدم که این بخش تموم بشه بعد سوال و مطرح بشه. خواهش میکنم. بنابراین داریم در این بند سوم از 12 بندی که داریم بررسی میکنیم در مبحث رابطه عقل‌های آزاد، رابطه عقل‌های قدرت ندار و رابطه این عقل‌ها با واقعیت حق، در این بند سوم بررسی ما بر این هستش که آیا این نسبی تراشیدن‌ها رو فقط عقل قدرت نداره که این حکم رو میکنه، یا اینکه یه جاهای دیگه هم هستش که این حکم مطلق تراشی‌ها جای خودشو پیدا میکنه، یا یک خود عقل‌ها هستن که این کار رو میکنن. بررسی کردیم در مرحله اولش که دیدیم بله عقل‌های قدرت ندار که این کار رو میکنن، عقل‌های قدرت ندار به این علت میان این نسبی بودن رو میخوان حکم مطلق بکنن که احتیاج به مشروعیت دارن، احتیاج به این دارن که در واقع خودشون رو حکمایی رو که صادر میکنن همه جهانی و همه مکانی و همه زمانی جلوه بدن که دیگران مطیع اونا بشن. ولی از یک زاویه دیگه هم قابل بررسی هست و اون این هستش که این نسبی بودنها که حکم صادر میشه، این نسبی ها مطلق هستن، خود این حکم صادر کردن مطلق، خود این حکم مطلق صادر کردن یکی از خصوصیات عقل ما هست. عقل ما موقعی که داره مطلق رو، نسبی رو بررسی میکنه، این نسبی رو در رابطه با مطلق میبینه، مطلق رو که داره بررسی میکنه نسبی رو هم در نظر میگیره که چیزایی هم هستن که این مطلق نیستن، اینها رو در رابطه با هم میبینه. بنابراین این بررسی کننده که خودش باشه، یعنی خود عقل باشه، یک جاهایی مطلق میخواد، یک جاهایی اصول ثابت و پایدار میخواد. اگر این اصول ثابت و پایدار رو نداشته باشه، این اصول نسبی، این اصول فرعی، این اصول غیر ثابت و پایدار رو میاد جایگزین اون اصول ثابت و پایدار میکنه. پس بنابراین برای اینکه عقل بتونه آزاد باشه، برای اینکه انسان ها بتونن مسیر حرکتشون مستقیم باشه یا مسیر حرکتشون از نقص به طرف کمال باشه، احتیاج به اصول پایدار و ثابت داره. وجدان فعلی بشری اینها رو بهش به عنوان حقوق انسان معرفی کرده، اینها رو به صورت قواعدی بررسی کرده که حد و حدود ندارن، چارچوب ندارن، یک سیستم کامل هستن و این اصول با همدیگه توانایی این رو دارن که انسان رو در یک فضای اکراه قرار بدن. به قول ژان پل سارتر، عقل انسان این توانایی رو داره که از محدودیت ها بیاد بیرون، بره تو فضای نامتناهی، تو فضای عدم اکراه. بنابراین در اینجا این توقعی که عقل داره در بررسی های خودش که یک جاهایی خود رو مطلق ببینه، یک جاهایی بررسی خودش رو ثابت و دائمی ببینه، همونطوری که داشتم توضیح میدادم، هوسکل این رو، هوسکل ریاضیدان و فیلسوف آلمانی این رو
آمد در دانشگاه سوربن پاریس، اینو در دهه، درست الان یادم باشه، در دهه 50 میلادی آمد، این رو کنفرانس داد در موردش، که در همون آزمایش هایی که میکرده، در همون بررسی هایی که میکرده، دیده شدنی نیست که یک سری اصول بدیهی و ثابت وجود نداشته باشن. و این اصول ثابت و بدیهی رو موقعی که روش تعمق کرد دید که میتوانه بهش برسه، هرچند که درکش از این مطلق به این اصول ثابت میتوانه روز به روز تحول پیدا بکنه، میتوانه روز به روز بهتر بشه، اما اینها رو میتونه بهش لمسش بکنه. بنابراین عقل در فعالیت خودش نیاز به حقی داره که آدم رو مطلق بدونه. از عقل در فعالیت خودش نیاز به این داره که یک جاهایی انسان رو حق فهم بدونه، انسان رو ثابت فهم بدونه، انسان رو پایدار فهم بدونه، انسان رو صاحب توانایی برای تشخیص این پایدارها و ثابتها بفهمه. بنابراین عقل به حق مطلق نیاز داره و عقل قدرت ندار برای اینکه بتونه کار کنه، ناگزیر میشه وجود زور رو به ترتیبی توجیه بکنه که عقل خود رو در حالت، در واقع بپذیره که عقل در حالت آزاد هست. یعنی در واقع هم عقل قدرت ندار و هم عقل آزاد احتیاج دارن که خود رو در حالت آزاد ببینن. پس نیاز به این دارن که حق رو از اون رو بفهمن که آزادی ذاتی عقل و فعالیت عقل آزاد رو میشناسونه به اونا. پس نیاز به حق از اون رو هستش برای این عقل ها که آزادی ذاتی عقل هستش و فعالیت عقل آزاد هستش. بنابراین عقل ها چه قدرت ندار و چه آزاد، آزادی رو ذاتی خودشون میدونن و فعالیت عقل رو هم آزاد میدونن. یعنی تعطیل عقل رو معتقدن که نمیشه تعطیلش کرد، به زور چیزی رو نمیشه درش، نمیشه اندیشه‌ای رو وارد کرد، اصل راهنما داره، خصوصیات مختلفش رو به طور حالا آگاهانه یا ناخودآگاهانه بهش اعتقاد داره. اما اگر به این صورت هستش، عقل‌های باورمند به جمع چگونه کار میکنن و چگونه قبلا کار میکردن؟ در اینجا باید توجه به این مطلب بکنیم که اونها نیز جبر رو هستی شمول میدونن. یعنی حکم که صادر میکنن، مثلا به عنوان مثال به این که جهان هستی جبر هست، جهان هستی جهان مشیت ها هست، جهان هستی یا زندگی روزمره انسان ها حکم هایی داره که این حکم ها رو اگر رعایت نکنیم بی نظمی به وجود میاد، همه اینها رو جهان شمول میخواد نشون بده، بدون این که درستی و نادرستی اینها رو در نظر بگیریم. پس جبرگرایی به نفسه به ما میگه که عقل از مرزهای تعیین بیرون میره به محض اینکه، بنابراین یکی از تناقضهای عقل جبرگرایی این هست، از یک جهتی میخواد محدودیت درست بکنه، از یک جهتی میخواد حد و حدود درست کنه، از جهتی دیگه ای میخواد از مرزهای تعیین بیرون بره. یعنی عقل تا حتی در تاریخ کلیسا هم دیده شده که اونها پذیرفته بودن، چه جبرگراها و چه اونهایی که عقل انسان رو آزاد میدونستن، هر دو پذیرفته بودن که بله، این عقل از مرز تعیین‌ها بیرون میره، این عقل در فعالیت خودش آزاد هستش. حالا اگه در آینده تونستیم تاریخ فلسفی ادیان رو با هم بررسی بکنیم بعد از این بحثایی که در مورد اندیشه آزاد داریم میکنیم، در اونجا به صورت مفصل میتونیم با هم روی اینا گفتگو کنیم. اگر حکم صفت مطلق رو از دست بده باطل میشه. پس موقعی که یک عقل جبرگرا، یک عقل قدرت ندار، یک عقل آزاد حکم رو صادر میکنه و این صادر کردن حکم رو مطلق صادر میکنه، به معنی که این رو حکم صادر کرد مطلق میشه. حالا عقل آزاد این آزادی عمل رو داره که حکم صادر نکنه، بلکه نظر بده و این نظر رو مورد بررسی قرار بده، این رو
به عقلها بسپاره که بهترین رو بشنوند و بررسی بکنند. عقل قدرتمدار به علت نیازهایی که مشروعیت داره این رو به صورت حکم در میاره و انتظار و توقع پذیرشش رو داره و بنابراین در جایی در استفاده از زور رو لازم میدونه. حتی اگر در بسیاری زمینه ها به خاطر ملاحظاتی که میکنه حق خاره میپذیره یا مقاومت های اجتماعی، مقاومت های انسان ها اونها رو مجبور میکنن به پذیره، یک جاهایی بالاخره به این استفاده از زور معتقد میشه و زور رو ازش استفاده میکنه. و اگر این صفت رو از دست نده به حکم، یعنی این صفت مطلق بودن رو از دست نده به حکم در واقع از تعیان ها رها نشده، یعنی اگر منظورم رو میست که دقیق نرسوندم، در واقع اگر حکم صفت مطلق خودش رو از دست بده دوچار تعیان ها هستش و برای اینکه بتونه از این تعیان ها راحت بشه باید حکمی رو صادر بکنه که این جهان شمول هست، همه جایی و همه مکانی هست و حد و حدود نمیپذیره. به این علت بوده که شاید همونطوری که در چند دقیقه پیش توضیح میدادم فیلسوفای مثل ژان‌پل سارتر معتقد شدن انسان توانایی بیرون رفتن از محدوده تعیان‌ها رو داره و آزادی رو همین بیرون رفتن از تعیان‌ها معنی کردن. حالا به بند چهارم میرسیم و بنابراین نمیدونم وقت هست که به بند چهارم بپردازیم یا نه، بند سوم در اینجا خانم لحظه تموم شده شد. بله ممنونم جناب رائی. دوستان تازه وارد به جمع ما خوش پیوستید. باران بهاری عزیز، هاهد گرامی، اجدر گرامی، آزاده گرامی، سناز عزیز، داریوش دولشای گرامی، عاشق بی عشق گرامی، اینم آیدی جالبی، عاشق بی عشق، جهان بخش گرامی، گاتاهای عزیز، بقیه دوستان رو قبلا خیر مقدم گفته بودم. ممنونم جناب رائی. اجازه بدین در اینجا ببینیم اگر دوستان نکته سوالی مسئله میخوان مطرح بکنن در خدمتشون باشیم و گفتگوی بکنیم. دوستان عزیز، این گوی و این میدان اگر نکته هست خوشحال میشیم که گفتگو کنید. تا اینکه دست دوستی رو بالا ببینیم، جناب رائی شما در مورد زور صحبت کردید که عقل قدرتمدار متوسل به زور میشه، ولی در مورد تزویر و یا پروپاگاندا چیزی نگفتید. به نظر من در دنیایی که زندگی میکنیم پروپاگاندا خیلی بیشتر ازش استفاده میشه تا زور به اون صورت. شما در اینجا احتمالاً توجهتون به کلمه زور فیزیکی هستش. احتمالاً زور در واقع زور شکل‌های مختلف داره. یکیش همین شکلی است که شما فرمودین، زور فیزیکی در واقع. ولی تزویر یکی دیگه از شکل‌های زور هست. دروغ یکی دیگه از شکل‌های زور هست. تمسخر یکی دیگه از شکل‌های زور هست. تحقیر کردن یکی دیگه از شکل‌های زور هست. تمام احساسات منفی انسانی مثل تنفر، مثل انتقام، مثل جنگیدن و انواع اقسام اینها احساسات منفی همشون شکل‌های مختلف زور هستن. بله، حتی بی‌اعتنایی و انکار. بله بی‌اعتنایی و انکار نشیدم. می‌بخشید، بی‌اعتنایی و انکار در چه زمینه‌ای؟ در زمینه می توانید بی‌اعتنایی بکنید ولی بی‌اعتنایی شما زور نباشه. بفرمایید. بی‌اعتنایی و انکار نظر نشیدم. مخالف. این درسته، این شکلش زور هست. ولی یک زمانی شما بی‌اعتنایی می‌کنید به این علت که خود اون اندیشه که در مقابل شما هست یا اون بررسی که در مقابل شما هست خودش زورگوییه. به عنوان مثال طرف مقابل به جای اینکه وارد گفتگو با شما بشه یه حکمی رو صادر کرده و بر اساس اون حکم شما محکومی در ذهنش و بر اساس اون محکومیت میخواد با شما برخورد بکنه. در اینجا شما اگر وارد گفتگو بشید با او،
وارد یک گفتگوی باطل شدیم. در اینجا میتوان سکوت کرد یا میتوان وارد گفتگو به صورت خیلی محدود شد. روی سخن میتونه جمع باشه و در با جمع این صحبت رو بکنه، ولی بعضی یک جایی دیگه ادامه دادنش میتونه فرسایشی بشه و در اینجا در واقع میتونه در واقع بحث رو قطع بکنه، نه اینکه به علتی که زورگویی، به این علت که جلوی بحث سالم رو گرفته شده در این نوع برخورد. ولی میتوانیم یک جاهایی با هم گفتگو داشته باشیم، هر مطلبی میتواند جواب خودش داشته باشه، نقد در مقابلش نقد باشه، همینطور نقد بدون اینکه دو طرف و دو طرف هم توجه داشته باشن به قواعد گفتگوی آزاد دموکراتیک. و در این حالت اگر یک طرف بخواد صحبت رو قطع بکنه، در واقع شاید وارد قهر کردن مثلا شده، یا مثلا یک نوع برداشت‌های ناسالمی رو میتونه داشته باشه یا تلقین بکنه به جمع. حالا اون بستگی به نوش داره دیگه. بنابراین منظورم از احساسات منفی اون احساساتی هستش که با انگیختگی تخریبی هستن. با خود انگیختگی تخریبی اگر باشه، یعنی دو محور سازی ها اگر باشه، خود در مقابل دیگری و مرتب حد سازی ها باشه، بر اساس اونها این احساسات شکل بگیره، یعنی بر اساس سنبیت شکل بگیره، اون شکل زور پیدا میکنه. ولی میتونه نه اینگونه نباشه و دو طرف با هم دیگه در جریان گفتگو باشن و نظری رو که میدن میتوانن در مقابلش بشنون و در این حال یا به بیان دیگه حربه های حذفی. بله، حربه های حذفی. حربه های چی؟ حذفی. بله. حربه های حذفی فرمودین؟ بله، یا روش های حذفی که منظورتون رو توضیح بدین. اجازه بدین بعد از حذفی. بله حذفی. بله. اجازه بدین جناب اجدر رو بشنویم چون دستشون مدتی بالاست. جناب اجدر خدمت شما هستیم، بفرمایید. من میکروفون رو نگه دارم یا قطع کنم؟ میل خودتون، اگر اکو ایجاد شد قطع کنید، در غیر این صورت میتونید نگه دارید. بفرمایید جناب اجدر. بله، سپاسگزارم. من اگر گفتگو کنید توانایی شنیدن رو ندارم، اتوان رو کنار گذاشتم. درود گرم به گرامیان. من از اول سخنان شما رو نشنیدم، اگه اجازه بدید رئیس گرامی. من آنطور که سخنان شما رو متوجه شدم یک جمع‌بندی کنم که آیا من درست متوجه شدم این نظریه فلسفی در مورد حق را یا نه. شما فرمودید که حتی قدرتمندانم، در واقع آنانی که قدرت رو اعمال میکنن در جامعه، آنها مجبورند در حکم‌های خودشان به حق یا به عدالت توجه کنند و اون اعمال کنند. یعنی انسان قدرتمند هم مجبور هست، البته من اینو در چارچوب روانشناسی، یعنی چیزی که طبیعت به انسان داده متوجه میشم، مجبور هست این عدالت که در تمامی جوامع بشری یکسان هست، در واقع در قوانین خودش جاری کند و به جامعه اعمال کند. هرچند اینم اضافه کنم، من یک واژه در این مورد رو آخر جملات رو شنیدم، واژه توان. فرمودید که توان اینو دارد. اگر این واژه رو در گفتگوهای قبلتون هم گفته باشید، برای من قابل قبوله که انسان توانشو دارد که این عدالت
انسانی رو درک کند و اون اعمال کند. اما مجبور، این واژه مجبور در اینجا من متوجه نمیشم. سپاسگزارم. مایک آزاد. ممنونم جناب اژدر. البته جناب رئیس این مورد رو توضیح خواهند داد، اما من فکر میکنم که یک سوء تفاهمی روی این استفاده از واژه حق اینجا شده. بله جناب رئیس. در واقع چند تا مفهوم هستن که اینها باید باز بشن. یکیش مفهوم حق چی هست، یکی مفهوم عدالت چی هست، رابطه قدرت با اینها چی هست، و این مجبور بودنی رو که جناب اژدر گفتن، اینها رو اگر موافق باشین یک مقدار بازش میکنم. نشون میده که ایشون به طور، از نظر من، البته میتونم من اشتباه کنم، از نظر من به طور مرتب تو گفتگوهای ما ایشون چون شرکت نداشتن این مسائل براشون پیش اومده. حالا میخواهیم توضیح میدم. بله توضیح بدید. بله من فکر میکنم اینجا شما زمانی که فرمودید عقل قدرت مدار برای این که مشروعیت به خودش بده نیاز داره که حق رو مطلق بکنه، اینجور سوء تفاهم شد که در واقع عقل قدرت مدار طرفدار حقوق هست، ولی فکر میکنم یه سوء تفاهم. نه، عقل قدرت مدار احتیاج به مشروعیت داره. بله این مبحث متفاوت. بله یعنی در واقع توضیح دقیق‌تر بخوایم بدیم، عقل‌هایی که اعمال قدرت می‌کنن، عقل‌هایی که اعمال رابطه مسلط زیر سلطه می‌کنن، این عقل‌ها احتیاج دارن به اینکه اون حکم‌هایی رو که صادر می‌کنن حق دینده بدن. حق به معنی اینکه جهان شمول هست و همه انسان‌ها می‌توانند اون رو تجربه بکنن و بفهمند. پس واژه کلیدی اینجا حق جلوه دادن هست. به علت اینکه عقل‌ها برای اینکه مشروعیت قائل بشن باید اون رو تجربه کنن، باید اون حکمی رو که بهشون ارائه شده تجربه کنن، و به علت اینکه عقل‌ها احتیاج دارن به اینکه یک مطلبی رو موقعی که میفهمن دیگران هم اون گونه بفهمن که بتونن با هم توافق کنن روش. قدرت هم این رو میدونه و برای اینکه بتوانه اون ناحقی رو حق جلوه بده احتیاج داره که توجیه بکنه، احتیاج داره به اینکه مرامی درست بکنه، احتیاج به این داره که دینی درست بکنه، احتیاج به این داره مفهومی درست بکنه که اون مفهوم برای دیگران، حالا به صورت موقت هم که شده، حق جلوه بکنه. این در واقع میکانیسم عقلی ما هست که یک قسمتی از این کار رو انجام میده، و بر اساس این میکانیسم عقل ما که یک مقدار نسبی، نسبی رو در رابطه با مطلق میفهمه، مطلق رو در رابطه با نسبی میفهمه، در ارتباط با هم میفهمن، قدرت این بر اساس این قاعده میاد چه کار میکنه؟ اما اصلا توجیه ها رو میکنه. یک مقدار در اینجا توضیح بدم که من موقع که حق میگم منظورم از حق در اینجا دقیقا همون مفهوم عدالت نیست. عدالت رو مثل یک میزانی در نظر بگیریم که ناحق رو از حق جدا میکنه. پس معیارهایی که بر اساس اون انسان تشخیص میده که چه چیزهایی حق هستن و چه چیزهایی ناحق هستن رو اونو بهش میگیم عدالت. حق در توضیحاتی که دادیم بر اساس خصوصیاتی که دارن یک مجموعه، یک سیستم هستن، نمیتوان گزینشی نیستن این حقوق، حقها، یا حق رو به عنوان یک مجموعه به صورت یک سیستم، به صورت یک سامانه قبولش داریم و خارج از اون رو ناحق میدانیم، و یا اینکه در واقع این سیستم حقوقی رو قبولش نداریم. زمانی که قبول نداشته باشیم یعنی قواعدی رو جایگزین اینها میکنیم و در واقع بر اساس اون قاعده ها میگیم که شما باید به اصطلاح مطیع مثلا من باشین، یا بر اساس فلان، بر اساس این قاعده ما میتوانیم با هم دیگه اتحاد پیدا بکنیم. به عنوان مثال مثلا یک مستبدی اگه میخوای مثال بزنیم میگه که در حال حاضر امنیت یک جامعه اونقدر مهم هست
که بسیاری از قواعدی رو که انسان ها قبول دارن یا ایدئالشون هست فعلا نمیتونیم در نظر بگیریم. بنابراین من بر اساس این احتیاج فوری که داریم اون اصول رو فعلا صرف نظر میکنم تا بعدا به اون برسم. این یک مثال مثلا در توجه داشته باشیم که پس بنابراین حق یک قاعده است، حقوق مجموعه قواعد هستن که اینها با هم دیگه یک سیستم دارن، عدالت هم میزان هست، میزانی هست، مجموعه قواعدی دوباره هستن که این حقوق رو به ما خودشان حق هستن و در این حال این حقوق رو به ما نشان میدن. به عنوان مثال یکی از این قواعد عدالت رو بگم، اصل مثلا بر براءت هستش بین انسان ها. در اساس این اصل انسان ها میگن که تا زمانی که اثبات نشه که طرف محکومه او در حد یک متهم قابل بررسی است، نه در حد یک محکوم. یا مثلا به عنوان مثال از نظر عدالت میگن اصل بر جبران هست، چیزی که قابل جبران نیست رو نمیشه اعمال کرد. به این علت به عنوان مثال بگم برای خود من که این عقیده رو دارم، بنابراین حکم اعدام و کشتن رو منحل میدونم، یعنی در هیچ حالتی نمیتوان اگر یک کسی یک انسانی رو کشت در مقابل او آمد گفتش که اون طرف مقابل رو هم باید کشت، این مضاعف میکنه اون ظلم رو. من با اصلا مثال های دیگه در واقع من بحث من رو اگر بخوایم یک مقدار بازش بکنیم در این 20 دقیقه اگر دوستان سوال نداشته باشن، به این صورت دارم نظر میدم که جهان هستی خودش قواعدی رو داره که این قواعد به علت اینکه جهان هستی یک جهان بی نهایت هست و جهان دائمی هست، جهان هستی جهانی نیست یک زمانی شروع شده باشه یک زمانی تمام شده باشه، جهان هستی همیشه نیست، منتها مرتب در حال تبدیل شدن هست. این جهان چون دائمی است بنابراین قواعد دائمی هم داره، این قواعد دائمی رو اسمش رو میذاریم حق‌ها. این جهانی که دائمی هست و قواعد دائمی داره نمیتواند لحظه ای نباشد، به این علت که شروع و پایان ندارد، به این علت از نیستی بر اساس حالا تصادف یا بر اساس جهش به هر چیزی به هستی تبدیل نشده. چرا که نیستی چیزی نیست تا خصوصیتی داشته باشد که از هستی در درون اون جا بگیرد. بنابراین یک اشتباه بزرگ فلسفی هست که متاسفانه بعضی از فیلسوفا کردن و شهره هم چون مشهور هم شده. از بنابراین ما داریم از قواعدی صحبت میکنیم که دائمی و پایدار هستن، منتها در کنار این به یک مطلبی هم توجه داریم و اون هستش که ما موجودات محدود هستیم، ما موجودات متعین هستیم، ما موجودات نسبی هستیم. نسبی به معنی رابطه پذیر، اثرگذار و اثرپذیر. ما موجودات رابطه پذیر، اثرگذار، اثرپذیر نمیتوانیم درکی داشته باشیم که مطلق باشه. ما میتوانیم به طرف مطلق بریم، ما نمیتوانیم محیط بشیم بر مطلق. به این علت که ما در اندیشیدن خودمون اصول پایدار و ثابت رو مرتب باش سرکار داریم، اونها رو شناسایی میکنیم، اما درک ما از اونها باز نسبی است و ما هرگز به اون اصول پایدار و ثابت محیط نمیشیم، بلکه روز به روز درک ما از اونها بیشتر میشه. به عنوان مثال یکی از این اصول پایدار و ثابت مثلا حق صلح هست، برابری مثلا هست. به عنوان مثال این رو ما مرتب در طول تاریخ خودمون دیدیم که این اصل مرتب میاد و دائما ما به این اصل انسان‌ها اعتقاد دارن و می‌بینیم که بر اساس این اصل اصل برابری بین انسان‌ها مشکل پیش نمیاد، با هم دیگه میتونن رابطه صلح‌آمیز داشته باشن، حالا چه هر اعتقادی که داشته باشن، هر تیرو نژادی که داشته باشن، هر جنسی که داشته باشن، این برابری رو میپذیریم و بعد میبینیم که این برابری که پذیرفتیم میتونیم درک غلطی از این برابری هم داشته باشیم، میتونیم این برابری رو تشابه بفهمیم، میتوانیم این برابری رو که فهمیدیم باز کاملتر هم بشه، میتوانیم این برابری رو که فهمیدیم
در زمینه های یک معنی داشته باشه، در زمینه های دیگه یک معنی داشته باشه، اما برابری به هر حال برابری است. بنابراین میفهمیم که اصول ثابت و پایدار است، ولی میفهمیم که درک ما از اون مطلق نمیشه. به این درک ما مطلق نیستیم، ما اون ته پایان خط نمیرسیم، ما در اون پایان خط قرار نداریم. این اصول ثابت به علت اینکه عقل ما آزاد هست، به علت اینکه عقل ما با قواعد هستی که بی نهایت هستن، دائمی هستن، سرکار داریم، می توانیم اینها رو لمسش بکنیم، می توانیم اینها رو برداشت بکنیم، می توانیم اینها رو بفهمیم و اصولی که ثابت نیستن این گونه اونها رو هم تشخیص بدیم، ولی می توانیم اشتباه های متفاوتی رو هم در کنار اینها به اصطلاح دوچارش بشیم. می توانیم بسیار چیزهایی که ثابت و دائمی می دانیم، ثابت و دائمی نباشه، ذهن ما این گونه برداشت کرده، عادت کرده که اینا دقساها هستن. دقساها یا اصول مشهور شده، اصولی که ما بهش اعتقاد داریم، اینها لزوما پایدار نیستن. مطلب سومی رو توضیح دادم در همین امروز هم، باست باید توجه داشته باشیم، و اون این هستش که واقعیت شکل‌های مختلف داره و لزوما موقعی که داریم از حق صحبت میکنیم داریم از واقعیت صحبت نمیکنیم، و زمانی که داریم از واقعیت صحبت میکنیم از حق داریم صحبت نمیکنیم. واقعیت در واقع خودش باز از امور واقع تشکیل میشه و از برداشت ما از امور واقع. بنابراین این کلمه واقعیت رو که ما ازش استفاده میکنیم میتواند امور واقع باشن و می توانند برداشت ما از این امور واقع باشند. و بنابراین توجه داشته باشیم که واقعیت شکل‌های متنوع داره و زمانی که داریم از حق و قواعد ثابت صحبت می‌کنیم لزوما داریم از واقعیت صحبت نمی‌کنیم. واقعیت رو با این تعریف در نظر بگیرید که نظر بدون دخالت ذهنی، بدون قضاوت ذهنی. نظر همون گونه که هست، نفس در واقع واقعیت. و این کاری نیست که عقل ما بتواند به صورت ایستا و ساکن بهش برسه، و بنابراین عقل ما به طرف واقعیت میره، واقعیت شناس هست، نه اینکه واقعیت فهم. واقعیت رو به صورت یک بالندگی، یک فرگشت، یک تکامل در نظر باید گرفت، یک چیز کامل، یک چیز فرگشت شده در نظر بگیرید. اون گونه که در نظر بگیریمش سعی میکنیم اون رو بفهمیم، اما واقعیت فهمی همون واقعیت گرایی نیست. چه فرقی داره واقعیت فهمی با واقعیت گرایی؟ واقعیت گرایی این هست که ما حکمهایی رو داریم، دکترینی رو داریم، ایدئولوژی رو داریم، منظومه فکری رو داریم، و بر اساس اون منظومه فکری میایم اطلاعات رو جذبش میکنیم. مثل گیرنده‌ای که اطلاعات رو جذب می‌کنه بر اساس این منظومه‌ای که ساختیم، بر اساس این مفهومی که ساختیم، بر اساس این ایدئولوژی که ساختیم اون رو جذب می‌کنیم. و در واقع با این کار خود ما آمدیم حد و حدودی ساختیم جلوی کاری معرفتی که کاری بی حد و حدود هست. یعنی اونجایی که انسان با تجزیه تحلیل سرکار داره، اونجایی که با معرفت سرکار داره، حدها مزاحم هستن، هر حدی مزاحم هست. پس بنابراین انسان برای اینکه بتواند کار معرفتی رو انجام بده، کار دائمی از نفس به طرف کمال رو انجام بده، احتیاج به باورهایی داره که محدودیت‌ها رو از بین میبره، حدها رو از بین میبره. هر محدودیتی که آمده و به صورت یک اعتقاد در اومده رب پیدا میکنه به متعینها، رب پیدا میکنه به اتصالها، رب پیدا میکنه به رابطی که بر اساس اصل راهنمای سندیت اندیشیده شده، و این کمک نمیکنه به کار معرفتی انسان، این کمک نمیکنه به اندیشیدن بی حد و حدود انسان. پس بنابراین انسان ها در کنار تمام انواع اقسام اعتقادها و دینها و مرامهایی که مطرح میشه، احتیاج به یک دین آزادی دارن، یک بیان آزادی دارن. بیان به معنی دیسکور در واقع آزادی دارن، یعنی احتیاج دارن به یک سری قواعد، به یک سری اصولی که اینها ثابت و پایدار هستن. توجه داشته باشین هر وقت ثابت و پایدار میگم به معنی این نیست که ما اون ثابت و پایدار رو دقیقا همون گونه میفهمیم. دین و مرامی احتیاج دارن
که این اصول ثابت و پایدار رو که حد و حدود رو از بین میبره در اختیار او بذاره و بر اساس اون کسی یا اندیشه‌ای یا حکمی یا پدیده‌ای نه یا جلوی کار دائمی و بدون اکراه انسانی رو بگیره، بدون اجبار انسانی رو بگیره. زیاد حرف زدم و دوستان رو خسته کردم. خانم لحظه مطلبی اگر هست بفرماییم، اگر نه ممنونم. که ده دقیقه این ده دقیقه وقت هست در اختیار شما هستم. بفرمایید. ممنونم جناب رایی. دوستان تازه وارد به جمع ما خوش پیوستید. با جناب رایی هستیم و ادامه بحث آزادی اندیشه. اگر نکته ای مطلبی تا کنون مورد نظر مورد سوال هست، خوشحال میشم که دوستان وارد بحث بشن. چند دقیقه داریم تا اینکه بحث بعدی شروع بشه. من دستی رو بالا نمیبینم جناب. مثالی رو که امروز زدیم بفرمایید. دستی رو بالا نمیبینم، بنابراین حدود 5 دقیقه شما اگر مطلبی دارید بفرمایید. من خودم یک نکته داشتم در رابطه با این صحبت که کردیم، میخواستم یه مثالی بزنم. بفرمایید. بله شما بفرمایید، من عرض میکنم. مثالی بود که توی همین اوائل این صحبت امروز داشتیم که دوستان بعضی در روم نبودن، اون مثال دوباره میزنم به علت اهمیتش. در رابطه با همین صحبت هایی که با جناب اجدر بی الله داشتم یک مثالی رو بزنم. 3 حکم کلی رو در نظر بگیرید در رابطه با خدا. خدا هست، خدا نیست و اینکه دلایل وجود خدا و دلایل عدم وجود خدا برابر با هم هستن. حکم برتراند راسل. این 3 حکم رو می توانیم جهان شمولش بکنیم و می توانیم جهان شمول به صورتی که جلوی کار ما رو بگیره بکنیم و می توانیم جهان شمول بکنیم برای اینکه جلوی کار ما رو نگیره. اگر اینکه خدا هست و اینکه خدا نیست و اینکه دلایل وجود خدا هست و دلایل وجود خدا و دلایل عدم وجود خدا حکمی بشه که جلوی کار تحقیقی ما رو بگیره و کس گروهی جلوی اون یکی رو بگیره، این همون حکمی هست که محدودیت ایجاد میکنه، چارچوب ایجاد میکنه و اون حکمایی نیست که ما احتیاج داریم. اما اگر اومدیم به این 3 دلیل گفتیم خدا هست، منظور ما این هستش که من نظر خودم رو دارم، این کار رو میکنم، تحمیلی هم نمیکنم، در این رابطه کار میکنم، اون کسی هم که میگه خدا نیست میگه من دلایل خودم رو دارم، احتیاجی ندارم به خدا داشته باشم، تو همین زمینه کار میکنم. و 3 هم که آمد گفت خدا دلایلی دلیل این که خدا هست و دلیل این که خدا نیست، دلایلی که خدا هست دلایلی با هم برابر هستن، اونها میگن شما هر کدوم کارهای خودتون رو بکنید، این کار ادامه دارد. این گونه این سه گروه حکم بکنن، هیچ کدوم مزاحم هم دیگه نیستن. در این حالت دوم هر گونه عمل کردن، در حالت اول قدرت مدارانه عمل کردن. در حالت اول اگر هم بحث میکنن به این علت که افشا کنن مثلا یا در جایی نظرهای بسته طرف مقابل رو نشناسایی بکنن یا در زمینه هایی نشان بدن که آنچه میگویید غیر از آن نوع دیگه هم میتوان فکر کرد و مسئله بسیار متنوع و گوناگون هست، بحث بسته نیست، ادامه دار هست، و یا اینکه میتوانیم نبگیم آقا بحث بسته است، این حد هست، خدا هست، شما دیگه حرف نزنید، به این علت که این گونه است و ثابت است و پایدار است و غیر از این نیست و بنابراین جلوی اونای دیگه کار فعالیت اونای دیگه رو گرفته. این حکم غیر حق گونه است. اون حالتی که دیگر هر کسی عقیده‌ای داره و ولی به یه قاعده معتقد است که بر اساس اون قاعده نظری رو که اصطلاح ارائه میده این نظر مزاحم نیست، این نظر نظری هست که تطبیق داره با قواعد عام و ثابت و دائمی که حق ها هستن. بنابراین توجه داشته باشیم هر نظری مجموعه و ترکیبی هستش از تعقل، از تفسیر و اعتقاد. بنابراین به محض که یک نظری رو دادیم داریم اعتقاد خودمون رو بیان میکنیم، تفسیر خودمون رو بیان میکنیم و تعقل خودمون هم در اینجا دخالت تعقل خودمون رو در اینجا هم مطرح میکنیم. بنابراین
چون من این گونه هستم، چون دیگرها هم این گونه هستند، بنابراین در یک رابطه سیال و در یک رابطه به اصطلاح نرم با هم دیگه اگه قرار بگیریم، احتیاج داریم به قواعدی که این نرمی رو بیان میکنن، کدش میکنن، که از نظر من همون قواعد اخلاقی، قواعد حقوقی، قواعد جهان شمولی هستن که انسان‌ها حالا خدا رو قبول دارن یا ندارن، این عقیده رو دارن یا اون عقیده رو دارن، بهش احتیاج دارن. یعنی در واقع به طور غیر مستقیم یک مطلبی رو دارن مطرح میکنن در اینجا. ادیان و مرام‌ها که در گذشته بودن یا در حال حاضر هستن، بشر به مرحله از رشد رسیده که خودش توانایی بررسی کردن و سنجیدن اینها رو داره و انسان بدون اینکه به دین و مرام خاصی اعتقاد داشته باشه، به مرحله از رشد رسیده که میتونه جریان اندیشه و اطلاعات و معرفت رو برقرار کنه و دین شخصی برای خود درست کنه. و این دین‌های شخصی میتوانند در این جریان اندیشه و اطلاعات آزاد به هم با هم همگرایی داشته باشن، هوموژن بشن با هم دیگه، و میتوانند در این رابطی که با هم برقرار میکنن به خط مستقیم نزدیک بشن، کما اینکه خط مستقیم باز دچار مشکل، درک ما از این خط مستقیم هم میتونه دقیق نباشه. بنابراین در اینجا به طور غیر مستقیم دارم میگم ما به مرحله از توانایی رسیدیم، به نظر من همیشه این توانایی انسان داشته، که در جریان اندیشه و اطلاعات و معرفت بهترین ها رو بشنوه و بهترین ها رو انتخاب میکنه. مرسی، سپاسگزارم جناب رائی. موضوع آزادی اندیشه بود و مطلب مبحث عقل آزاد، عقل قدرتمدار و واقعیت، که نکات بسیار ریشه‌ای و پایه‌ای مطرح فرمودین در این رابطه، که در واقع این بحث عقل آزاد و عقل قدرتمدار میتونه آغازی باشه برای قسمت دیگه، قسمت آینده این نشست، که نظم اداری آیین بهائی هست و طریقه شور و مشورت و سیستماتیک کامیونیکیشن، که واژه مترادف فارسی سیستماتیک کامیونیکیشن نمیدونم چی باید انتخاب کرد. و جناب آرامش با ما خواهند بود در گفتگو در رابطه با سیستماتیک کامیونیکیشن. خیلی ممنون جناب رائی یک بار دیگه. گفتگوی سامانی. گفتگوی سامانی. خیلی ممنون و با تشکر از همه دوستانی که در روم تشریف دارن و با درود مجدد به همه دوستانی که در روم نبودن و تشریف آوردن، و خیلی ممنون از حوصله‌ای که به خرج میدین. میام پایین. متشکرم. پس تا پنجشنبه آینده که دنباله این گفتگو رو با شما جناب رائی داشته باشیم. دوستان عزیز، این اتاق رسمی آیین بهائی نیست و صحبت‌هایی که شنیده میشه در این اتاق برداشت‌ها و نقطه نظرهای گویندگان هست درباره موازی که مطرح میشه. برای بررسی مطالب رسمی آیین بهائی لطفاً به سایت‌های رسمی که در اینجا برای شما دوستان اونها رو گذاشتم رجوع بفرمایید. گفتگوهای این نشست ضبط شده و تا دقایق دیگه در اتاق ببخشید در وبسایت یوتیوب خواهد بود برای دوستانی که مایل باشن دوباره به این مطالب گوش بدن. خواهش میکنم که لحظه رو در یوتیوب سرچ کنن، جستجو کنن و این مطالب رو پیگیری کنن. و من هم سایت اتاقای یوتیوب رو زمانی که آماده باشه در اینجا برای شما خواهم زد. تا بخش دیگه اتاق شروع بشه یک قطعه موسیقی با هم می‌شنویم. ممنون از حضور فعال شما دوستان.